با سلام، با ما همراه باشید با این بخش از خبرهای فارسی. دیروز سمیه کارگر فعال کرد اهل ایلام پس از بیش از 6 ماه بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی و موقتا از زندان قرچک ورامین آزاد شد. گفتنی است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به سمیه کارگر همان روز و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. سمیه کارگر روز جمعه 25 مهر 99 پس از هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. بیش از 100 فعال سیاسی زن و مادران کشته شدگان اعتراضات در ایران در بیانیه‌ای با عنوان جمعی از مادران ایران اعلام کردند که تا رسیدن به انتخابات آزاد و سالم در هیچ انتخابات دیگری شرکت نمی‌کنیم. در این بیانیه تاکید شده که ادامه این روند به هیچ تغییر مثبتی منجر نمی‌شود و این ساختار استبدادی با این قانون اساسی هرگز بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر و بدتر می‌شود. این زنان به وضعیت اقتصادی ایران، بی‌کفایتی در مدیریت کرونا و تبعیض‌های طبقاتی، جنسی و جنسیتی، قومی و ملیتی، مذهبی و عقیدتی اشاره کردند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه اسبق آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با العربیه بر ضرورت ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت دو جناح موسوم به تندروها و اعتدالگرایان در رژیم جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارند، در حالی که مذاکرات غیر مستقیم بین رژیم و واشنگتن در وین برای احیای توافق هسته‌ای و بازگشت ایالات متحده به آن در جریان است. مایک پومپئو انتقادات زیادی را به سیاست دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی وارد کرد. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل گفته است که کشورش با تأسف به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که یک کشور افراطی است امری حتمی است. منابع ارشد اسرائیلی به رسانه‌های کشورشان گفتند که محاصل این نشست این تفاهم بوده که با یکدیگر بر سر جمهوری اسلامی تفاهم نداریم. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در واشنگتن و سازمان ملل امروز در گفتگو با رسانه واینت در تل اویو گفت ارزیابی اسرائیل این است که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چند هفته آینده امضا خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور رژیم در پی افشای فایل صوتی مصاحبه ظریف طی حکم حسام الدین آشنا را از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برکنار و علی ربیعی سخنگوی دولت را جانشین او کرد. رسانه‌های رژیم این مرکز ریاست جمهوری را مسئول انجام مصاحبه معرفی کرده بودند. آرش صادقی زندانی سیاسی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که ماموران امنیتی برای 12 زن عرب ایرانی به دلیل فعالیت‌های شوهرانشان پرونده سازی کردند. او در این نامه به دیگر موارد نقض حقوق خانواده زندانیان از جمله آزار کودکان و توقیف اموالشان اشاره کرد. سپاس که بیننده ما بودید. وقت بخیر.